خوشبختانه با توجه به ظرفیت‌های بسیار خوبی که کشور ایران داره از نظر شرایط آب و هوایی و همچنین از نظر توانایی‌های تکنیکی و فنی که در کشور ما وجود داره، در طی 3 دهه اخیر پیشرفت‌های بسیار خوبی در ایران داشتیم، به نحوی که میزان تولیدات ما از حدود 25 میلیون تن به 118 میلیون تن در طول این 3 دهه اخیر افزایش پیدا کرده، در حالی که جمعیت ایران فقط 2 برابر شده. کمک‌های بسیار زیادی رو دولت برای حمایت از کشاورزان انجام میده. ما الان حدود 92% نیاز خودمون رو به انواع محصولات کشاورزی از داخل کشور تأمین میکنیم و سال گذشته هم موفق شدیم 23% صادرات محصولات کشاورزی داشته باشیم. چالش عمده‌ای که کشور ما باش مواجه هست همون چالشی است که در سطح جهانی باش همه کشورها روبرو هستن، اون هم تغییرات آب و هوایی است و راه‌حل‌هایی که بایستی همه کشورها از جمله ایران در این زمینه اتخاذ کنند. با توجه به سال اول، من میتونم این سال دوم را هم مجدداً در ادامه اون توضیح بدم. یکی از اقدامات بسیار خوبی که کشور ما انجام داده برای صرفه‌جویی در مصرف آب هست. ما به کشاورزانمون کمک میکنیم که روش‌های جدید آبیاری و مدرن رو استفاده بکنن. 85% هزینه‌های اون رو به صورت بلاعوض دولت در اختیار کشاورزان قرار میده. در زمینه توسعه مکانیزاسیون به همین شکل این اقدامات برای حمایت از کشاورزان انجام شده. و یکی دیگر از اقداماتی که دولت ما از سال گذشته انجام داده و مثل برنامه‌های قبلی همچنان در سال‌های آینده هم ادامه داره این هست که ما معادل 3 میلیارد دلار برای توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در اختیار کشاورزان و سرمایه‌گذارانمون قرار دادیم که در سال‌های آینده هم هر ساله همین رقم تکرار خواهد شد.